سلام، خیلی خوش اومدید به کانال داوینچی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. آقا ما نقشه ها رو توضیح دادیم، نقشه کشی دستی رو، ولی فکر کنم که تا حالا راندوی پلان رو چیزی ضبط نکردیم براش. بریم که حالا یه نقشه من دانلود کردم که آماده باشه، سریع فقط یه راندو بزنیم که ببینیم راندوی پلان چه جوریه. و ببینید، راندوی پلان یه چیز کاملا سلیقه‌ایه دیگه، مثل همین دکوراسیون داخلی و طراحی داخلی و ایناست. خیلی بیشتر سلیقه‌ایه. یا مثلا اون متریالی که بهتون گفتن اجرا کنید اونو بخواید نشون بدید، مگه اینکه یه اجباری داشته باشه مثلا حتما از چوب استفاده کنید. خب ولی به طور کل سلیقه‌ایه برای ارائه اگه برای دانشگاه و این جور چیزا می‌خواید. خب ما اینجا یه طبقه از ساختمون رو داریم که فقط خواب و ایناست. خب فقط خواب توشه، پذیرایی و این داستان نیست. حالا کفایت میکنه، فرق نمیکنه، تقریبا مثل همه پلانا راندو کردنشون. ما سه تا خواب داریم، سه تاش هم مستر گویا، یه تراس و خب اینجا فکر کنم چیز باشه، رخش و خونش باشه. خب من دوست دارم یه طرحی مثل پارکت بذارم که خطهاش و اون لایناش رو بتونیم ما ببینیم. خب حالا این قسمت که فضای تقسیم ما راه رومون هستش، اینجا چون فضاش خورده محدوده، سعی میکنم که به این سمت توی این جهت خطهاش رو کار کنم که یه خورده کشیده تر و بزرگتر به نظر برسه، چون اگه این طرفی بذارم خیلی باریکتر و درازتر دیده میشه این راه روه. خب تا دم در این اتاقا، این فضاهای دیگه هم این کارو میکنم، یعنی این قسمت رو، فقط این قسمت رو. بقیهش اتاقا رو حالا میتونم جابجا کنم یا همین روند رو ادامه بدم. من چند تا خطش رو میکشم، بعدش دیگه میریم رو دورتون که سریع ویدئو رو بگیرم، وقت شما رو نگیرم. فاصله اینا، اندازه تایلاشون، اینا همه بستگی به خودتون داره، بستگی به چیزایی که تو بازار، اگه بخواید مثلا مثل جنسایی تو بازار کار کنید، میتونید سرامیک بزنید، میتونید پارکت بزنید، میتونید هر چیز دیگه بزنید. فقط سعی کنید که اینا رو یه اندازه و موازی بکشید. من خیلی دقت نمی کنم که ویدیو رو سریع بگیرم به یه جایی برسم. خب ببینید، من یه ویدیو برای راندوی چوب گذاشتم، یکی دوتا گذاشتم راندوی چوب. خب لینکشو براتون میذارم بالای صفحه، اگه دوست داشتید اونم برید ببینید. توی اون من این خطا رو که کشیدم یه خورده حالت طرح چوبم با دست وارد کردم، ولی اینجا بعید بدونم که خوب دیده بشه توی دوربین، ولی من یکی دوتاش رو اجرا میکنم، امیدوارم که دیده بشه. خیلی طرح و جالبتر و طبیعی ترش میکنه. اگه دوست داشتید میتونید استفاده کنیم، اگرم نه میتونید ساده. البته خورده باید پر رنگ ترش کنم اینا رو، خطایی که کشیدم و خطای اصلی، که متمایز بشه با بقیه خطوط چوب. خاله پررنگش کنم، دو سه تاشو میکشم، بقیه رو نمیکشم که ببینیم دوربین دیده میشه یا نه، که اونجوری فرقش هم بهتر دیده میشه، راحت تر میشه فهمید. خب همین کافیه، من بقیه رو پررنگ ترش میکنم که اگه خواستم از ماژیک تیره استفاده کنم، ماژیک تیره تر راحت تر دیده بشه، چون این خیلی به نظرم کم رنگه برای رنگای روشن فقط. خوب
خب یه نکته دیگه رو هم بگم، اینو من پرینت گرفتم اینجوریه، خب وگرنه تمام این دیوارا رو من اگه دستی بخوام بکشم اینا رو همه رو سیاهشون میکنم، کامل داخلشون رو توشون رو سیاه میکنم، پولش میکنم و بقیه همینجوری همین حالت میمون. خب اینجا رو میبندم من. ببینید من خیلی چون چند وقتی تو بازار نیستم نمیدونم چه ماژیکایی هست، الان چند وقتی فکر کنم ماژیکای کپی تاچ هست میگن خوبه، من استفاده نکردم ولی من تاچ و کیوکالر رو استفاده کردم خوب بوده، ولی اجباری نیست شما حتما اگه میخواید راندو کنید از این تهیه کنید، توی حتی با مداد رنگم راندو کنید، این صرفا برای مثال، من راندو با مداد رنگیشم حتی میذارم ویدیوهای بعدی اگه وقت شد، ولی اگه خواستین این شماره مشخصه، این شماره تاچه، تو همون جهتی که این ترها رو زدم تایل چوبو کشیدم تو همون جهت ماژیک حرکت میده. نقطه های سفید، خطه سفید هم بمونه اشکالی نداره، طبیعی تر هم میشه بعضی جا. خب اینو میذارم خوشه، بعدش که خشک شد یکی دو دور یه قسمت‌های دیگه‌اش رو هم با همین ماژیکمون یه خورده سعی می‌کنم پررنگ‌ترش کنم که یه تفاوتی با هم داشته باشه، یه خورده تیره روشن بشه چوبامون، یا میتونید شما از ماژیک مثلا دو شماره بالاتر یا دو شماره پایین‌تر استفاده کنید که این اختلاف عددا باعث شه که این تیره روشنیش ایجاد بشه. خب ببینیم، همین کار برای اتاقای دیگه هم تکرار میکنم چون متریالش هم چوب میخوام باشه، همین خطا رو دوباره میکشم، ولی این مثلا این اتاق خیلی کشیده و درازه به این سمت، خب پس تو این راستا من خطی نمیکشم، سعی میکنم که خطم افقی باشه که اتاق هم حالت عادیش همینطوریش هم یه جوری کشیده و درازه، اگه من خطا رو عمودی بکشم این بدتر میشه، تشدید میشه، بیشتر دیده میشه، پس خطا رو افقی میکشم. خب برای اینجا میتونم از یه رنگ روشن‌تر استفاده کنم، دلیل خیلی خاصی نداره، ولی اگر بخواید که شما فضای داخلی و با فضای یعنی فضای خصوصی و عمومیتون رو جدا کنید، این هم یکی از راهکاراش هست، میتونید متریال کفتون رو عوض کنید. این رنگی که من دارم البته رنگش دستسازه، به نسکافه‌ای میزنه تقریبا، خودم درستش کردم، نمیتونم بگم چه شماره‌ای، متاسفانه همچین رنگیه دیگه، این حال استفاده میکنم ببینیم. خب با همین یه دوره ایشه بکشم یه خورده پررنگ تر میشه، یه سری جاهاشو پررنگ تر میکنم، کم رنگ پررنگ بشه که حالت بافت چوب راحت تر مشخص بشه. خب یه دون سرویس هم بزنیم، برای سرویس میتونید تایلای کوچیک بکشید که به عنوان مثلا سرامیک و کاشی و اینا نشونش بدید، حالا طرحش با خودتونه، مثلا کاشی
سرامیک متروی بزنید، نمیدونم تایلای کوچیک، تایلای بزرگ، طرح جناقی کار کنید، هر چی، کاش سرامیک 6 زلی 5 زلی کار کنید. خب این دست خودتونه، ولی مثلا سرویسایی که نسبتاً کوچیکه رو میتونید تایلای ریزتر کار کنید که بزرگتر دیده شه. برای یه خورده طبیعی تر شدن و بهتر شدنش میتونید که هم برای این کاشی هامون، هم برای این پارکت ها، کلن چوب کاشی اینا، از روان نویس سفید یا لاک غلط گیر استفاده کنید. یه گوشه هایش رو، یه خورده لبه هاش رو مثلا سفید تر کنید. امیدوارم که دیده بشه تو تصویر، خیلی واضح نیست. خب حالا گوشه هاش هم میخورده میتونم تیره ترش کنم، تو با مداد رنگی این کار میکنم چون رنگ نزدیک به این آبی رو ندارم. مثلا کلن کل راندور هم شما میتونید با مداد رنگی انجام بدید. تیره کردن گوشه ها بیشتر برای مثلا شیشه و اینا، راندوی شیشه و اینجور چیزها استفاده میشه، ولی همچین جاهایی یا مثلا تو خود همین اتاق با رنگ نزدیک بهش اگه تیره ترش کنید، به نظرم خود عمق بهتری به فضاتون میده. خب الان دو حالت داره، یا این مبلمان رو همجوری بی رنگ میذاریم یا یه کمی رنگ بهش میدیم. خیلی نمیخوام رنگ عجیب غریبی بزنم، رنگ های جیغ و رنگ خاص نمیزنم با طرح‌های خاص، مگه اینکه خیلی خونسا باشه محیط، خیلی بیرنگ و بیروح باشه، بخوایم که با مبلمان یه خورده بولد ترش کنیم. نه از مداد رنگی استفاده میکنم که کنترل بهتری داشته باشم، ولی با ماژیک هم میتونید شما انجام بدید. شیشه رو هم، این شیشه ها رو، لاین وسطش رو، یعنی خود شیشه رو یه خورده آبی کم رنگ می‌زنم. تفاوت این دوتا رو فکر کنم بتونید بفهمید. اینو زدم، این ستاره یه خورده آبی کم رنگش می‌کنم که بهتر خودشون نشون بده. از هر فضای تیکر رو زدیم، پدلر هم میتونستم همین رنگ بزنم، ولی خوب خودشون نشون نمیداد توی دوربین، برای همین کار نکردم. شما میتونید همون رنگ بزنید یا رنگای دیگه، هر رنگی که دوست دارید به کارتون میخوره.
من اجازه دارم خالی گذاشتمش که واضح تر باشه، بهتر دیده بشه پدله. از هر فضا تقریبا یکی رو زدیم، یه خواب بود و یه راه رو بود و سرویس مبلمان هم که گفتیم یا با رنگ یا بی رنگ. من ترجیح هم اینه که مبلمان بدون رنگ باشه، خیلی قشنگ تره. شیشه هارم یه آبی کم رنگ میزنم که بهتر خوشونشون بده. بقیه فضاهاش هم تقریبا به همین صورته، سرویس هم که مثل همینجاست، فرق نداره و در کل همینه. اگه من ادامه بدم بیشتر وقت شما رو گرفتم، ویدیو طولانی میشه، ولی کامل شدهشو براتون میذارم. روی سری پلنای راندو شده فکر کنم دیدید که این گوشه ها سایه داره، یا از داخل از بیرون سایه دارن. معمولا با مشکی میزنن، یا مشکی یا خاکستری، خاکستری سرد، خاکستری آبی میکس داشته باشه، یه همچین حالتی. ولی من ترجیح میدم که یه آبی خاکستری خیلی ملایم باشه، خیلی شدید نباشه. البته این که من اینجا دارم فکرم اینجا دیده میشه درسته، خیلی تیره است، انقدر تیره من نمیخوام، ولی با همین سایه رو میذارم. سایه رو که میخواییم بزنیم یه منبع نوری مشخص میکنیم برای خودمون، فرق و جهتش کجا باشه، از این طرف باشه، این طرف باشه، یا برعکس این طرف پلان باشه، فرقی نداره، جهتش رو مشخص میکنیم یه منبع نوری برای خودمون و سایهش رو میزنیم، مثل سایه زدن توی خطاطی تقریبا. اگه ما منبع نورمون رو از این جهت در نظر بگیریم، از این قسمت بهتون بگم که راحت تر بشه، نور به این جهت بیاد، ما اینجا نور رو داریم، پس این زلش همچی حالتی، این ال چیز میخوره، سایه میخوره، یا مثلا این پشت سایه میخوره. سایه این رو بخوایم بکشیم، البته من خیلی با دقت پایین دارم میکشم، شما میتونید خیلی بهتر بکشید، من میخوام سریع کشیده بشه. ببین این سایه این دو جدارمون، خب دیگه این قسمت ها که نور میخوره، این قسمت ها سایه نداریم، پس میریم قسمت داخل. داخل هم اگه بخوایم سایه بزنیم مثل همینجا که پشتش خورده، این طرف چون مستقیم نور میخوره سایه نداریم، ولی اینجا داریم، این قسمت رو اینجا سایه داریم، تا اینجا هم نمیخوره. ولی قسمت بعدی هم دوباره همین جوری، این دیوار نمیخوره ولی این دیوار، این ال کناری میخوره. بعد رنگو برای همین میگم که رنگتون روشن تر باشه، چون حالت عادی مثلا یه رنگ روشن هم روی رنگای دیگه میاد یه خورده تیره ترش میکنه، و این زیادی تیره است این رنگی که من دارم الان. و برای سایه زدن قسمت‌های داخلی اگه بتونید کوچیک‌تر بکشید خیلی بهتره، یعنی این ضخامت کامل ماژیک رو استفاده نکنید، یه خورده بخوابونیدش که کمتر بشه مثلا همچی حالتی. خب من کلن دارم سریع میکشم که رد بشه، فقط شما بدونید که کدوم جداره‌ها سایه میخوره. و اینجا که نمیخوره دیگه نداریم، اینجا کموده کلن سایه میخوره، قسمت داخلی مثلا بتونیم همچین حالتی سایه بدیم خیلی بهتره، که کمتر باشه، انقدر زیاد نباشه و رنگش هم روشن‌تر باشه. خب حالا اینجا این قسمت که منبع نور داشته باشیم سایه نمیخوره، این قسمت ولی سایه میخوره،
تا اینجا فکر کنم که همه سایه ها رو زدیم اگه درست دیده باشم. یه همچه حالتی میشه تقریبا. پس ترجیحاً رنگتون روشن باشه، روشن‌تر باشه، مثلا یه آبی خاکستری خیلی روشن. این که من دارم فکر کنم این آبی خاکستری مشخص میشه. آره، آبی خاکستری کیو کالر 824. اینو نگیرید، خب روشن‌ترش رو بگیرید اگه بخواید آبی خاکستری بگیرید تست کنید. و اینکه چون اونجوری راحت تر ببینید، اگر داخل رو خواهید سایه بزنید خیلی بهتر اینو مشخص میشه، چیزایی که زیرشه خیلی نمیپوشونه و دیده میشه همه چی راحت تر و خیلی بهتره. صرفا یه بعد کمی به کارتون میده و داخل رو سعی کنید سایه هاش رو باریکتر بگیرید، یا مثلا از این قسمت ماجیک استفاده کنید برای سایه زدن، از پهناش استفاده نکنید. خیلی کارا میشه کرد. یا میتونی اصلا کج‌تر بگیرید که اون مقدار بهتون زخامت نده، یه زخامت متوسطی رو بهتون بده. به طور کل این راندوی پلان بود، خیلی کار خاصی نیست، خیلی سخت نیست، بیشتر به سلیقه خودتون بستگی داره و کاری که میخواید بزنید. امیدوارم که به دردتون خورده باشه. اگر ویدیو این دوست دارید که ساخته بشه لطفا کامنت بذارید. اگر مشکل تو این ویدیو بود نظراتتون رو بگید لطفا توی کامنت ها به هم که ویدیوها رو بهترشون کنم. ممنون که تا اینجا تماشا کردید. خداحافظ.